برشنبتران گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم روز دوشنبه 13 از ماه جولای سال 2009 میلادی. در این روزهای دوشنبه به مدت 1.5 ساعت در خدمت شما هموطنان گرامی هستم و دیدم عکس پسرمون هم عوض شده و در باب مقالطات صحبت کنیم. یک نامه ای هست امروز به امام زمان، براتون میخوام بخوانم این نامه، ببینید چه نامه ایست که علی تنهاست. این علی تنهاست همچنان که اون علی تنها بود. توضیح خواهم داد چرا مردم از اون علی متنفر بودن تنهاش گذاشتن و چرا از این علی هم متنفر هستن تنهاش گذاشتن و تنها خواهد ماند. تمام اینجور علی ها تنها بودن در تاریخ، چون مردم جامعه از اینا متنفر میشد، فاصله میگیره. خب اجازه فرمایید که وارد مطلب نشویم. به احترام حافظ، سخن ما همواره با غزل ناب، غزلی ناب از حافظ بزرگ، انسان بزرگ. ما حافظ رو دوست بدین جهت نداریم که خیلی شاعر بزرگی است، شاعر بزرگ بسیار داشتیم. حافظ رو دوست می‌داریم به واسطه اینکه انسان بزرگی است. خب و هم شاعری بزرگ. فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام است می آنجا که نیار است ندیم. مستقیم از سعدی گرفته این غزل رو. ما دگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم، الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم. هر یک از دایره جمع به جایی رفتن، ما بموندیم و خیال تو یک جا مقیم. فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام است می آنجا که نیار است ندیم. چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم، روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من، سالها شد که منم بر در میخانه مقیم. مگرش خدمت دیرین من از یاد برفت، ای نسیم سحری یاد دهش عهد قدیم. بعد 100 سال که اگر بر سر خاکم گذری، سر برآرد ز گلم رقص کنون عزم رمیم. دلبر از ما به صد امید ستد اول دل، ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم. غنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن، درد عاشق نشود به به مداوای حکیم. حافظ ار سیم و زرت نیست برو شاکر باش، چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. بله خدمت شما عرض میکنم که این لس آنجلس ما هم جای عجیب جالبی است. مواظب باشید وارد این لس آنجلس میشوید، اول جیب شما رو مصادره میکنن، بعد اگر اندیشه سیاسی داشته باشید ممکن است در یک گذرگاه اون رو هم براتون مصادره بکنن. خیلی مواظب باشید وارد لس آنجلس میشوید، جای غریب عجیب است. اینجا این لس آنجلس زیبات یکی از زیباترین شهرهای دنیاست و یکی از میگن هر اتفاقی در آمریکا بیفتد اول در کالیفرنیا افتاده است، یعنی اینجا پیشرو بوده همیشه. شهر لس آنجلس ضمن همه حرفها بسیار پیشرو بوده، بزرگترین کارهای هنری در این شهر شده. عرض کنم در این حوزه همین UCLA و برکلی یک زمانی 92 برنده نوبل تدریس میکردن. باری و اما برای ما ایرانی ها جای جالبی است. خلاصه مطلب به شما عرض کنم، هر اتفاقی بیفتد مصادره میشود. حالا فرض کنید خون جوانان مملکت رو ریختن، مصادره کنیم به نفع خود ما، چیزی به جیب بریزیم. آقا ول کنین حرفا رو، مصادره. دیروز بنده رفتم حدود 3.5 ساعت ما اونجا ایستادیم. من واقعا حالا نمیدونم یه چیز جبلیست در من، دوست ندارم تظاهر بکنم، وارد تظاهرات بشم و بلنگوها رو به دست بیارم، از این چیزا دوست ندارم. خلاصه مطلب ما بین مردم بودی، بیشتر از نمیدونم شاید 300-400 نفر صحبت کردیم، نمیدونم بیشتر از نمیدونم 100-150 نفر نشست
بعدن عکس یادگاری گرفتیم و اینها، بچه‌ها بودن همه، دوستان قدیم جدید همه بودن. بنده دیدم اون سو چهارراه که مرتب‌ترین صف اون سوی چهارراه هست، همه سبز پوشیدن اینا، گفت اینا جوان ها هستن. گفتم چرا نمیان این طرف؟ گفت آقا پشت میدن این طرف، گفتن ترور میکنیم. کی آقای هم چیکار میکنه؟ بعضی کسان اینجا خلاصه دارن مصادره میکنن، گفتن اینجا فوش میدن، مرگ بر موسوی و از اینجور داستان ها شده گویا، من که رفتم بعدش مرگ بر موسوی و به طور کل قضیه چیز دیگری داره میشه. آقا این داستان تظاهرات از اونجا شد که روز 13 ماه گذشته خود جوان ها قبل از اینکه پارس بفهمد و جای دیگر بفهمند و اینها جمع شدن تظاهر کردن. آقای خلیلی دوست من بیژن خلیلی زنگ میزند به آقای شجره که آقا ببین چه خبره. گفت چه خبره آقا؟ جمع شدن اینجا بچهای دانشجو، جمع شدن تظاهرات میکنن. اتفاقا من آوردمش اینجا روی خط، من اینجا بودم و هم صحبت کردیم که بعد خود بچه جمع شدن، اگه بقیه دنباله اونها رفتن، این تلویزیون پارس جای دیگه دنباله اون بچه ها رفت. مردم دیروز آمده بودن که در واقع مشارکت بکنن، همدردی بکنن با خانواده هایی که جوان هاشون از دست دادن، همدردی بکنن با کسانی که در زندان ها دارن شکنجه می شوند، همدردی بکنن با آزادی خواهانی که در اندیشه آرزو پیر شدن، در اندیشه آزادی اینها. بعد تبدیل می شد به کسب و کار. شنیدم که مرگ بر موسوی هم گفته شده. آقا این بساط رو جمع بکنین، آقا خجالت آوره، با این کار نمیشه کسب و کار کرد. خواستم یه هشداری بدهم به شما هموطنان که آقا وارد بعضی بازی ها نشویم. این داستان داستان شوخی نیست، این چیزی نیست کسی مصادره بکند برای خودش. این قضیه ملی است، این مربوط به آزادی است. 150 سال است که خون داده این ملت برای یک ذره آزادی، هنوزم به دست نیاورده، وقت مصادره نیست. حالا دوستی میگه 500 تا پرچم بزرگ جمهوری اسلامی هم از ایران آوردن و نمیدونم پول جمهوری از این چیزها رو، حالا تو من نبینم یا سندی نبینم باورم نمیشه، اما شایعات هم هست. مرگ بر موسوی یعنی چه؟ این چه صحبتی است؟ ما چه کاره هستیم مرگ بر موسوی بگوییم اینجا؟ آقا این آقای موسوی امروز شده است سمبل یک جنبشی به طور اتفاقی. شما مرحمت بفرمایید، در خط حق خودتان یک رحمی بفرمایید، اجازه بدهید که این جوان ها کار خودشونو بکن. که امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست. آقا جان شهر مرسا، همه جوان ها اون طرف چهارراه بودن، سبز پوشیده بودن اینا. ما گفتم آقا داستان چیز، چرا بچه ها اونجا؟ گفتن که اون جوان ها میترسن بیان این طرف. آقا میترسن اصلا با جوان ها شروع کردن، آغازگر این داستان تظاهرات اونها بودن. من که نمیتونم بفهمم واقعا، من نمیدونم. همین عناصر بین ما بودن از روزگار نمیدونم حمله اسکندر تا حمله نمیدونم قادسیه تا به امروز. آقا مطلب فهمش خیلی ساده است، این ملت زیر سیطره یک استبداد عقب افتاده جنایتکار هست، فریادش در آمده. ما باید هم آواز بشویم با این فریادها. ما که نبودیم، ما که کتک نخوردیم، ما که عذاب نکشیدیم، ما که شبها نترسیدیم، ما که در صف نانوایی نایستادیم، ما که مزخرفات احمدی نژاد رو نشنیدیم به وجهی که هموطن ما داخل شنیدن، حق اونهاست. بله ولی ما بالاخره مصادره جیب ها رو واسه بکنیم اینجا، ما هم خرج شدیم بالاخره. آقا کسب و کار تو عالم بسیاره، آ دوچرخه فروشی، کامپیوتر فروشی، یه چیز بفروشید آقا. تازه دوستی میگم گروهی هم نیامدن به خاطر همین جریانات و مصادرات و از این حرفا. بنده وارد ماجرای لس آنجلس نیستم، اما بسیار ناراحت شدم دیروز این وضعیت رو دیدم، گفتم یک نکته اشاره بکنم. وارد مناقشات نیستم، در رقابت با کسی نیستیم، ما اینجا یک صدای تنها هستیم، اپوزیسیون یک نفره. خواستم فقط یک مطلبی گفته باشم که جهت این تظاهرات اساسا داره تغییر میکنه. خانم مدانا فهمید و ما نفهمیدیم. خانم مدانا در این کنسرت لندنش آمده این عکس علی خامنه ای، احمدی نژاد و کشتگان ایران نشان داده و چه شوری برانگیخته این زن. درود بر مدانا.
قصه ها داریم، واقعا داستان ها داریم، حکایتی است. این یک موضوع است. یک موضوع است بعضی عناصر استبداد سابق هم یک مصور بازی در بیارن. آقا بنده اونجا ایستادم، حسین فرجی اونجا بوده، آقای ادیبی اونجا بوده، دکتر اسفندیاری اونجا بوده، بهروز شندل اونجا بوده، آقای علی احمد و دوستانش اونجا بوده، بسیاری از کسانی که عرض کنم که سالها سابقه آزادی خواهی دارن در اونجا ما ایستاده بودیم. سه متر و نیم ما هم تلویزیون پارس داشت گوشار میگه، ما دوربین پارس رو ندیدیم، در حالی که همه عالم میدیدن ما اونجا بودیم. عرض میکنم حداقل ما با تو میدونم با 100 نفر عکس یادگاری گرفتیم، هموطنان مرحمت میکردن، لطف میکردن، بودن آقا یه عکس با هم بگیریم اونجا، همین اصلا ما اونجا هستیم، تلویزیون پارس رو ما ندیدیم، دوربینش رو. این عوامل استبداد سابق حواسشون باشه آقا، گذشته اون روزگار، این داستان، این هم همون داستان کوزه روغن است، اون چوبه. من رادیو مثلا چیزام گوش میکنم بعضی اوقات، مثلا رادیو اسرائیل، مثلا یک گویندش از عوامل استبداد سابقه، هی میخواد یه چیزی از استبداد سابق اینجکت بکنه در این جریان، در گزارشاتش. مثلی که در روزگار ما یکی چیزی راجع محمد علی شاه یه چیزی میخواد بگه، آه گذشته، داستان، داستان گذشته بابا جان، گذشته. قطار رفته، از ایستگاه ها خیلی عبور کرده، تمام شده. خب چون سخن از مغالطات هست، عرض می شود که یک نامه‌ای دارم خدمتتون که واقعا خواندنی است. شگفت انگیز شده داستان حکومت این علی و اون نوکرش و پادوش و اینا، این احمدی نژاد و قصه‌هاش و اینا. صبح گوش می‌کردم، آقا 700 800 نفر مسلمان بیچاره اویغوری رو چینی‌ها کشتن، هیچ خبری در ایران نیست. یک زن مصری، یک مستی که آلمانی هم نبوده با چاقو زده کشته، تمام مملکت به حرکت آمده، آلمان ها باید معذرت خواهی کنن. آقا چه معذرت خواهی بکنن؟ یه زنی رو یه مستی کشته. بله 800 نفر مسلمان اویغوری رو که در چین بی جهت چینی ها میکشن، که این چینی های بیچاره هم مثل ما مشکل استبداد دارند، و فراموش نفرمایید هیچ مشکلی ما نداریم جز استبداد. این علی خامنه ای آخریش بستی باشه. حالا این دیگه خودش هم مسخره کرده. آقا یه سلطنتی بود تو مملکت، قانون اساسی بود، گفته بود حکومت موروث در قاجارها بماند. دیگه ما ندیدیم آخوند پادشاهی موروث درست کنه. این آقا اومده روشو دیده، پشتش نمیتونه ببینه. من رفتم سید مجتبی، هنوز هیچی نشده. سید گدا 1,600,000,000 به حسابش بود، انگلیسا گرفتن. شما فکر کنید پول ملت بدبخت بیچاره ایران تو جیب چه کسانی داره میره. اون آخوندهای گردن کلفت هم ساکت نشستن، باز این منتظری دست و پای میکنه اونش. این علمای بزرگ که همشون به اندازه هم علمشون یک شاهین پول سیاه نمیارزه و هرگز نیارزیده و هیچ کمکی به انسان نکرده، این علم اینها از همین مزخرفات و هیز و نفاس رو نمیدونم. بچه سه ماهه رو میتونی برداری اتباع شهوت کنی، این خمینیشون نوشته، سید ابوالحسن اصفهانیشون. ببین اینا کی هستن واقعا، علمشون در چه حدی است؟ حداقل نشسته بودن میگفتن دستگاه ابو عبدالله الحسین دستگاه مظلومیت حسین است، ما نمایندگان مظلومیت حسین هستیم، و در اینجا گریه هم میکردن به دروغ سر منبر، مردم بیچاره فقیر هم گریه میکردن، یعنی دلش باز میشد میرود در بیرون. یعنی اساس کار اینا بر مظلومیت حسین بوده، اون کودتاچی که مظلوم هم نبود، یک آدم ظالمی بوده این حسین که باورتون نمیشه. گفتیم باشه مظلوم بوده، ما ایرانی ها میگوییم از به خاطری که مسلمان نشویم همه چیز میگوییم، به عایشه فحش میده میدهیم، به عمر لعنت میکنید میکنید، به ابوبکر و تشکیلات و رفقای محمد هم بد و بیرا و سب و لعن میکنید. حسین مظلوم، مظلوم شما که بر اساس مظلومیت حسین که این آقا خز به تنش بود و رفت یک کاروانی هم غارت کرده بود، اموالش دزدیده بود قبل از اینکه برسه به کربلا، و رفته بود اونجا حکومت باباش رو که حقی هم نداشت، برادرش فروخته بود، پولش هم گرفته بود، گذاشته بود تو جیبش، قضات اسلام رأی دادن این یاغیس، رفتن زدن کشتن اینو، اینم زده 70-80 تا از اونها کشته، این مظلومیتش بوده. گفتیم باشه، پس بعد مظلومیت هستین شما، خیلی خوب، ما هم گریه میکنیم پای منبر. بچه ها ایران گریه ندارن؟
مادر این بیچاره سهراب عرابی رفته بود اونجا، استاده بود عکس بچه‌ش نشون میگه آقا شما اینو دیدین، اینو جوون دیدین. بعضی‌ها رو بدون سر تحویل میدن، بعضی‌ها رو جراحی میکنن دل و روده و همه رو در میان که معلوم نشه تیر خوردن. اینا میگن جگر شما در آوردیم برای اسد مصطفی، جگرش خراب بود، روده‌ش هم بسیم به روده اسد مجتبی، اونم روده نداشت، اما همشش در بیارن پاک و پاکیزه که معلوم نشه تیر خوردن، جراحیش هم میکنن. بفرما پس کجا نی آخونده گردن کلفت حوزه فیضی قم؟ مگه ظلم شاخ و دم داره؟ مفخوری و گردن کلفتی عاشق مصطفی، اگه این علی بیفتد ما هم میفتیم. خب تفاوت این علی با اون علی چی بود که اون علی چیزی به کسی نمیدادی، همه ما رو میلیونر کرده، پس از نظامش بایستیم پشتیبانی کنی. این عکس جوان 19 ساله ایرانی به جرم اینکه رفته در خیابان گفته رأی من چی شد، او رو کشتن، زیر شکنجه هم کشتن، در زندان اوین هم کشتن. هموطن این جنبش نبایستی بخوابن. هموطن پاسدار هستین، بسیجی هستی، بچه ایران هستی. شما ببینید این کسافتکاری های مغالطات برای این به وجود میاد که اینها بیچاره شدن و ترسیدن. من این نامه رو براتون میخونم، شما چنین مزخرفی در تاریخ انسان کسی دیده؟ نامه نوشته به امام زمان، رئیس بسیج. معنیش چیه؟ معنیش این هست که این مملکت مال امام زمان، ما نوکر امام زمان، نگهدارش، ما برای امام زمان آدم میکشیم. میخونم براتون ببینید چه کسافتکاری تو مملکت ما هست. 800 تا چینی مسلمان اویغوری بیچاره کشتن، هیچ خبری نیست. چچنیار هم که کشتن در ایران هیچ خبری نبود، به جهتی که پشتیبانان این دزدا اون دزدا هستن. یک زنی رو در آلمان زنی مستی، این میمون، معذرت میخوام، این حیف میمون بابا، یه چه میدونم چی هست، این اومده میگه آقا این آلمان باید معذرت خواهی بکند، والله والله پوست میکنیم ما فرام. آقا تو کی هستی بچه گدای بابا؟ آقا تو کی هستی اصلا اولتیماتوم میدی برای چی؟ اولتیماتوم چیه؟ برای کی؟ برای چهار تا نمیدونم مثل خودت از اجامر که بگن به 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 این آقا رو باش. تو این منطقه ما عرض میشود که وانشون خیارش مشهور بود، یه سعدآبادی هم بود گرمکش معروف بود. بله تابوت میارم حالا به تو میگم منظورم چی بود از این صحبت. و عربی، بله این تابوتشه. یه کلنل پسیان کشتن، اونم در میدان جنگ در خراسان، که اصلا معلوم نبود واقعا این کلنل چی میخواست. عارف گفت از خون جوانان وطن لاله دمیده. باری این وانشون ما خیارش مشهور بود، سعدآباد گرمکش معروف بود، میچیدن رو همین گرمک ها رو، اتوبوس ها میستن مردم گرمک میخوردن. یه جایی هم داشتیم میوون، دیوونه هاش معروف بود. وقتی میخواستی وارد بشی چند تا قنات بود، یه 50-60 تا دیوونه ها، یه شکل های عجیب غریب داشتن، دیوونه نیون معروف بود. تو گلپایگون میشنیدید موشت که آقا به اون لحجه میگه آقا ولش کنی مثل دیوونه نیون میموند، به اون لحجه محلی دیوونه نیون معروف بود. این احمدی نژاد باید انداخت قاطی دیوونه های نیون اگه قبولش بکنن اونجا. خط نشون میکشید برای اروپا و برای سازمان ملل متحد و اینا. آخرش هم فکر کنم جای این دیوانخانه خواهد بود، شک نکنید این آخرش کاشیاش به دیوانخانه میکشه، چون مایهاشو داره، یه اردنگم که بخوره عود میکنه. خب میخونم براتون. امروز میخوام در باب وجدان هم صحبت کنم خدمت شما و ثابت کنم که دیکتاتور هیچ وجدانی ندارد و آدم مذهبی رادیکال هم کاملا بی وجدان میشود. خب نامه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم به امام زمان. اینا حقوق از ملت بیچاره ایران میگیرن میخورن، پول نفت ملت بدبخت بیچاره گرسنه بلوچستان و کردستان و نمیدونم آذربایجان و خراسان میخورن، نامش به امام زمان مینویسن. مسئولیتشون با امام زمان، امام زمان یعنی علی خامنه ای، یادتون نره، علی ظاهر اون امام زمانی که به ته چاهه و من نمیدونم چرا عربا دنبالش نیستن، ما عجما دنبال مرده عربی. اما
در واقع این امام زمان یعنی علی خامنه‌ای. خیلی خوب، متن این نوشتار به این شرح هست: بسم الله الرحمن الرحیم. یک مشتم عربی بلغم کرده اینجا. خب میگوید با این مقدمه اجازه میخواهم عرض کنم یا صاحب الزمان، سلام علیکم، سلام خدا و ملائک بر تو و بر پدران طیب و طاهرت، سلام بر جد بزرگوارت پیامبر اعظم و بر جد مظلومت شیر خدا امیر مؤمنان. چه مظلومی بود این یکی؟ مظلومی خیلی مظلوم بود، یه چیز بوده 150,000 تا آدم بیشتر نکشته. خب مظلوم بود، بدبخت بیچاره. خیلی این علی مظلوم بوده، اون علی هم مثل این علی. یک مظلومی بود که وقتی میزد به گردن یه نفر، میگن با نمیدونم با زره و همه چیز تا روی زین، چیز که متخصص قوزک هم بود، یه مرد مردانه میرید، حواسش پرت میکرد، گفت اونجا رو نگاه کن، میزد به پاش. شیر خدا مولای متقیان، پیغمبر اسلام به همه بزرگان خودش یه لقب درست حسابی آبرومندی داد. به عمر میگفت فاروق، ابوبکر صدیق، خالد ابن ولید، اسدالله، به عذر میخوام سیف الله. به این گفته بود ابو تراب. ما یه مسخره 700 سال عربا مسخره میکرد. ابو تراب یعنی گلمالی، خاکمالی، بهتر از این براش پیدا نکرده بود. حالا شیعیان شد شیر خدا و نمیدونم اسدالله القالب، حجبر سالب، داستان چی آقا؟ تاریخش که هست که. مظلوم، خیلی مظلوم بوده. خب سلام بر جد مظلومه پهلو شکستت، اول شهیده راه ولایت حضرت زهرا. سلام بر عموی دل شکسته مغموم و مظلوم و مسمومت امام مجتبی. این فقط 6 میلیون درهم پول مسلمان‌ها رو گرفته، پول دزدی ایرانیا بود اونجا البته، ولی دزدا تقسیم می‌کرد، همش به حساب خودش ریخته بود. این یکی به جای همه می‌خورد، هر شبم خانم می‌بردن براش. خیلی مظلوم بوده این یکی، هم از اون مظلومای خیلی مظلوم بود. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. میگن رد میشد تو کوچه، یه زن زیبای رد شد، یه عشوه یه حسنه اومد اینا، گفت یبن رسول الله تو که تالا 4 بار ما رو سیغه کردی دیگه چی میخواد؟ یبن رسول الله. علی سر منبر میگه به این زن ندی، این هرزه هست. خطبه علی پسر ابو طالب هستا در باب این پسرش. اینا شدن قهرمانه ملت ایران. هنوز پادگانش در چیز هست، در شمال، که اونجا پول زور جمع میکرده. ابن اسفندیار 4 بار گزارش کرده از غارت هایی که حسن میکرده در مازندران. بزن به سینه برای حسن. عربی مهم نیست آقا، جوانه ایران که اهمیت نداره، بچسب به دم حسن مجتبی. سلام بر پدر قریب و مظلوم و لب تشنه سید الشهدا و بر خون پاک او و خاندان شهید و اصحاب بی نظیرش. سلام بر پدران معصوم و مظلوم و شهیدت، از امام سجاد تا امام حسن عسکری. سلام بر نائب بزرگوارت خمینی بتشکن. سلام بر شهیدان اسلام از عصر رسول الله تا عصر روح الله و تا امروز، عصر سید مظلوم و استوار نائبت سید علی خامنه‌ای عزیز و سلامت بر امت مسلمان و امت خاص و آزادت. بله، و خامنه عزیز و سلامت بر امت مسلمان و امت خاص و آزادت ایرانیان، سرافراز مراجع عظام تقلید، روحانیت معزز و خانواده بزرگوار شهیدان ایثارگران. مهدی جان، آقا جان، میدانیم اون چه که تو میدانی، تو شاهد و ناظر مایی و در میان مایی، اما دلمان میخواهد با شما درد دل کنیم، با روح بلند خمینی کبیر، با ارواح مطهر شهیدان، با نائبت خامنه ای عزیز. میدانم اون چه میگویم در برابر اون چه بر شما اهل بیت عصمت و طهارت گذشته و اون چه بر خمینی کبیر گذشت و اون چه بر خامنه بزرگوار میگذرد چیزی نیست. آره، از صبح تا شب پولای مردم تقسیم کنی، روح الاجنه بکشید در روی زمین، عرض می شود که اون بچه گدا رو 1 میلیارد و 600 میلیون دلار پول ملت بریزی به حساب اون پسرت. این خیلی خیلی بد بهش میگذره، این علی سید علی
فکری باید کرد براش بیچاره. پاچه‌هاش میبست میکرد توی جورابش، سوار کیست آقا چیز اینجا گو همشهریش اینجا دوست من موتورسیکلت به این انجمن خامنه‌ای ها در تهران 5 تومن بگیره ذکر مصیبت کنه. اونجا گویا چون خامنه‌ای بود و انجمن خامنه‌ای ها 6 تومن بهش میداده. هر جا موتورش میگرفتن میگفت من جریمه نمیدم، با تیمسار صحبت کن. صمدیان پور بیچاره مرد نجیب سرلشکر بود که من دیدمش، میومد اینه موتورش زنگ میزد موتور اینه بدین، این آخونده اینجا گدایی اینا. این نام است. خب حالا من نمیخوام همه اینو بخونم چون واقعا مایه ننگه. خب همین علی. بله. آیا در طول تاریخ میتوان کسی یا کسانی را که بیش از خاندان پاک شما سابقه شهادت، آزادگی، جنبازی و ایثار داشته باشد و بیش از شما ظلم دیده باشد؟ هرگز هرگز. هنوز صدای علی در گوش من است. حالا داستان علی را تاریخ میخونم براتون، ببخشید. در گوش من است که میفرمود به خدا سوگند از انتصاب هیچ منکری به من خودداری ننمودن و در رفتار میان من و خود رعایت انصاف نکردن. ایشان حقی را طلب میکنند که خود اون را واگذاشتن و خونی را میخواهند که خود اون را ریختن. و امام خمینی ره در برابر موج ترورهای یارانش فرمود ما را بکشید ملت ما بیدارتر میشه. آقا 3 تا آخوند خمس و زکات خور کشتن این مجاهدین، 30,000 تا شما از اونا تو زندان پوست کندید و کشتید و تجاوز کردید. اینا رو می نویسن که 4 تا بچه پاسدار نادان مثل من دهاتی که از نمیدونم کجا اومده یه جسه بدن دستش بیره به مردم بکش، علی خامنه‌ای رو نگه دار، داره رو روانشناسی اونا کار میکنه. ولی بالاخره اینا بچه های ایران هم. یه روزی میفهمن. خب بله. و خامنه‌ای عزیز در برابر آنان ایستاد و فرمود ما در برابر شما کار حسینی خواهیم کرد، البته، و جان خود را برای فدا کردن برای شما و دیدن جدتان ناقابل خون. این که فرار کرد اون پشت مشتا دستور کشتن بچه ها تو خیابون داد. خلاصه مهدی جان هنوز شهد شیرین پیروزی انقلاب و خدمت به محرومان در کام ما ننشسته بود که تمام شرک و کفر و نفاق از استکبار غرب و شرق گرفته تا مزدوران منطقی و عوامل خودفروخته داخلی اونها در برابر این نظر نوپای حق جبهه گرفته و جنگ احزاب تازه‌ای برپا کردند برای استکبار و در رأس اون آمریکا، این دشمن سرسخت بشریت و آزادگی. ای دادی بیداد. بله همینجور که می‌فرمایید، نه تنها از دست دادن منابع و ثروت ایران بلکه ایجاد کانون امید و آزادی برای مسلمانان تمام مستضعفان جهان خاری بود که در چشم مستکبران فرو رفته بود. خب اینا رو من نمیخونم، ولش کنید. یه جاشو میخونم که میگه این علی هم مثل اون علی تنهاست. بله بله بخونید، خیلی جالبه. خب آقا و مولای من، در این روزهای هجمه دشمنان جهانی و کشتار ملت‌های مظلوم خطای عدی از خواص بر دلمان جراحتی افسوس، یعنی این موسوی بدبخت بیچاره و اون کروبی و اینا، اما باز هم صبر می‌کنیم. اینک چشمانمان برای تنهایی جد بزرگوارت نمناک است، دلمان برای غریبی علی اون حق طلب بسیار دلتنگ است و اگر نبود این اقیانوس مواج انسانی که فضای خیابان‌های سرزمین را علی علی گویان اتراگین کرده است، نمی‌دانم چگونه می‌توانستیم این قصه کجروی برخی خواص بی‌بصیرت را تحمل کنیم و به سینه بسپاریم و سینه‌هامان در برابر دشمنان سپر کنیم و دشمن غفلت ننماییم و سلاحمان را بر دشمن مهیا کنیم. یا صاحب الزمان، شما چون خورشیدی از پس ابر هدایت ما را بر عهده داری، یعنی داری علی خامنه‌ای منظور یادمون نره، و ما را به ولایت فقیه سپرده ای و ایشون توجه ما را به سوی دشمنان و میهن و ملت میخوانه و ما نیز آموخته ایم که بله که یک مش آیه عربی آورده، مردم انقلابی ما میدانند که چشم از دشمنان اصلی بر نمیداریم که اونها ام الفسادن
و یاران ممکن ما یاران ممکن الخطا و قابل بازگشت. دنیا هم میداند که ملت ایران در برابر دشمن ایستاده است. آری با تمام توان آمادگی ایستادیم تا نظام بماند، تا تو از ما خوشنود باشی و قلب نازنینت راضی باشد، تا میهن اسلامی ما همچنان کنام شیران باشد، تا شهیدان و امام شهیدان بدانند که راهشان ادامه دارد. مردی که صفیه نادان ابله فردوسی میگوید اگر ایران خراب بشود کنام شیران میشود. دریغ است ایران که ویران شود، کنام و پلنگان و یعنی بیغوله بشود، مدنیت از بین بره، جانوران بیان. منظور فردوسی اونی میگه نه درسته، همون چیز که شما کردی. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم به انتخاب مدتی است دیگه، کار موسیقی در دست ما نیست. اونجا امیر شهرتی است اونجا و سامان. خواهش میکنم، عرض میکنم که 6 و 8 لس آنجلسی فقط نباشد، دست ما به دامان شما یا امام زمان از اتاق فرمان یک کاری بکنیم. صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، توان به دست تو دادن گرش نکو داری. نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد، که گوش هوش به مرغان هرزگو داری. قبای حسن فروشی تو را برازد و بس، که همچو گل همه آیین رنگ رو داری. در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت، جز این قدر که رقیبان تند خوب داری. به سرکشی خود ای سر به جویبار مناز، که گر به دور رسی از شرم سر فرو آری. ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق، قدم برون نه اگر میل جستجو داری.
سبب تو نکت آن زلف مشکو داری درود بر شما هموطنان گرامی. استاد جلیل شهناز رو در کهنسالی می‌دیدید که ساز می‌زدن. بله، آواز علی رستمیان. عرض می‌شود که این فکس رو آقای آل احمد فرستادن در باب دهمین سخنرانی بنده در اورنج کانتی.
بیداری ایرانیان و آینده حرکت‌های دموکراتیک، زمان یک شنبه دوم آگوست سال 2009، شروع برنامه 4 بعد از ظهر، نوشتن ثبت نام 3 بعد از ظهر، مکان 2575 مکیوی ایروان کالیفرنیا 92614، بله، و تلفن اطلاعات 949-551-9272. این هم از این. خب عرض شود که قبل از اینکه داستان علی رو بخوانم از تاریخ که چرا علی تنها بود، اجازه بفرمایید که در باب وجدان صحبت کنیم. همون زنونم داریم این پشت، لطفاً اگه میشه خواهش کنید، حواس ما رو پرت میکنم اونجا، معرکه گیری شده. بله الحمدلله. در باب وجدان، اصلا وجدان یعنی چه؟ هر شبت که این وجدان در این کتاب‌های قدیم که نگاه بکنیم از روزگار پیشین، بدین وجه معنی شده است که وجدان عبارت است یک ظرفیت داخلی، یک پتانسیل در وجود انسان که انسان رو وادار می‌کند به عمل نیک، و این همون ندایی است که پس از انجام عمل زشت انسان رو سرزنش می‌کند. این تعریف وجدان هست. حالا وجدان چگونه شکل می‌گیرد و از کجا می‌آید، اینها بحث و فصل‌های درازی دارند. مذهبیون یک جور گفتند، هندوها یک جور گفتند، مسیحی‌ها یک جور گفتند. اسلام صحبتی دربارش نکرده، فکر کرده وجدان چیز مهمی نیست. اما متکلمین مسیحی صحبت کردند در این ارتباط و حرفشان هم یکی بود. این آخوندها فرق نمی‌کنن کدام. این آخوندها فقط برای اثبات اون چیزهای قالب ریز شده که در همون کتاب‌های کذا و کذا هست، اینها میفلسفن در اطرافش، چیزی برای گفتن ندارن. اونقدر وجدان یعنی همون در راستای ده فرمان حرکت کردن. وجدان یعنی همون اجرای همون مطالبی که خداوند تبارک و تعالی در کتابش میگوید. همش مغلطه، این حرف همش مغلطه است، معنی نمیده، معنی نداره. هندوها میگویند که انسان بر اثر تناسخ، بر اثر تجارب زندگیش و یکی پس از دیگری روح کسی به تن دیگری رفتن و انواع و اقسام تجربه ها رو کردن، از حیوانات گرفته تا انسان، اینها در طول تاریخ وجدانش فرم و شکل میگیرد و وادار میشود به انجام اعمال نیک و دوری گزیدن از اعمال زشت. اونا اینجوری گفتن. مسیحی ها به این ترتیب گفتن. عرض شود که کاتولیک ها و پروتستان ها با هم اختلاف نظر دارن و کسانی که در کار در واقع عرض شود که چگونه عرض کنم، بیولوژی تکامل و روانشناسی تکامل هستند، این وجدان رو به وشی دیگر تعریف کردن و انگیزه هاش رو به گونه دیگر گفتن که در واقع به قول خودشان میگوین reciprocal altruism. reciprocal یعنی متقابل، یعنی برای که لغت محقق بشود دو نفر لازم است. متقابل، نیکی متقابل، یعنی انسان این مغزش رو عرض کنم بیولوژیش و زندگی اجتماعیش به گونه شکل گرفته است که نیازمند نیکی است. وقتی نیکی میکند در واقع انتظار این دارد که به اون نیکی بشود، چون خود خواستار نیکی هست، همون کار رو در حق دیگران انجام میدهد. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. حالا بگذاریم که این عرفای ما از این حد هم خیلی بالاتر رفتن. گر عمر من وفا کنده ای ترک تند خوی، چندون وفا کنم که تو ترک جفا کنی. ترک یعنی زیبا. گر عمر من وفا کند ای ترک تند خوی، چندون وفا کنم که تو ترک جفا کنی. تو عهد بسته ای که نشانی بخون مرا، من جهد می کنم که به عهدت وفا کنی. از این قضایا بگذاریم. اما این عرض کنم reciprocal
آلترویزم یعنی همین، یعنی که ما نیکی رو در جامعه گسترش میدهیم، مثل که تقسیم، فرض کنید که نمیدونم نان در جامعه، اموری که مربوط امور خیریه هستند در جامعه و کسی حقه بازی بکند، معمولا ما او رو دوست نداریم چون خلاف وجدان ما حرکت کرد. این به صورت یک قاضی درونی است در نهاد نیک انسان، و انسان به سائقه انسان بودنش کارهای نیک رو دوست دارد، کارهای زشت رو هم دوست نمی دارد. این طبیعت انسان هست به گمان کسانی که انسان رو دارای طبیعت نیک می دانند. خب حالا که این مطلب خیلی به اختصار خدمتون گفتم و من بارها عرض کردم خدمتون و بارها عرض خواهم کرد که ما مشکل استبداد داریم، ما مشکل استبداد داریم، عربستان مشکل استبداد داره، کویت مشکل استبداد داره، این شیخ نشین های خلیج فارس مشکل استبداد دارن، این نمیدونم مصر و اون بغل دستش سوریه و اون لیبی، این همه مشکل استبداد دارن. این استبدادهای منحوس بایستی تشریف ببرن مردم رو به حال خودشون رها کنن. این کشورها متعلق به این مردم هستن که اونجا زندگی میکنن، حاکمیتش هم متعلق به اونهاست. نخیر شما نمیدانید، شما خبر ندارید، این مملکت مال شما نیست که، مال امام زمان هست. آقا اینها یه عمر چونه میزدن که این قریه فدک رو بهشون بدن که نمیدادن که بهشون، که تا بالاخره زمان محمود گفت بدین آقا این گدا ما رو کشتن، این سیدا کجا مملکت داشتن اینها که حالا مردش در تهیچه مامله مملکت ایران شده. شما فکر شما کنید ما رو چقدر اینو صفیح فرض کردن، مملکت دارن میچاپن میگن مال امام زمانه، میدوزن میگن ما که انباردار امام زمانی. این آقا مجتبی که یه میلیارد و 600 میلیون پول داشته مال این نیست که، این انبارداری میکرده، انبارداری میکرده برای امام زمان. ببینید ما رو چگونه فرض کردن، ببینید فساد رو چگونه توجیه میکنه. اینا رو هم که میکشیم اینا یاغیان بر امام زمان هستن. خیلی مطلب راحته. حالا برمیگردیم سر وجدان، مطلبی که وجدان رو از ذهن پاک میکند یک سره و انسان رو کاملا بی وجدان میکند، قدرت. اول قدرت. نگاه کنید به تاریخ، اگر قدرتمند با وجدانی شناختید به ما هم خبر بدید. نمونه های تاریخی بسیاری داره، بعض اینها رو ما به عنوان داستان های ملی و قومی هرگز فراموش نمی کنیم، مثل ماجرای قتل ابو مسلم مروی خراسانی. بعد از اینکه این همه خدمات کرد و بنی امیه و هزاران هزار لشکری که در خراسان جاهلیه داشتن بیرون کرده شکست داد، اینو صداش کردن سرش بریدن کشتنش، پیچیدنش لای گلی، انداختنش دور خونه. چون قدرت جایی برای وجدان باقی نمیگذاره. این آقا محمد خان قاجار کرمان رو محاصره میکنه، لطفعلی خان رو کمک کرده بودن، میگیره کرمان رو، میسته به نماز، گروه گروه می آوردن، اینجوری میکرد، یعنی سرشون رو ببرید، بلا فاصله گردن میزد، یا اینجوری اشاره به چشم کرد، یعنی با کار چشما اینا رو در می‌آورد. این 30,000 نفر رو کور کرد، نمیدونم چند هزار نفر رو سر برید. مذهبی هم بود، دعا هم به بازوش بود، قرآن شناس هم بود این آقا محمد خان، اما وجدان نداشت. و نیز چنین از هیتلر که وجدان نداشت، جایی برای وجدان باقی نمیزد. موضوع نیک و بد یک سره از میان برداشته میشه بر خواست دیکتاتور و آزها و طمعهای او جای وجدان رو به طور کلی میگیره. شما هیتلر به هیچ وجه وجدان نداشت. 250,000 نفر جوان رو در استالینگراد گفت برید جلو، گفتن آقا محاصرمون کردن روسا، آقا این نمیشه، این داستان لشکر که محاصره بشه، گفت برید جلو. او جنرال معروفش که بزرگترین جنرالش بود میگوید که این به هیچ وجه، هیچ توجهی به جان انسان ها نداشت. از نظر او اینا یه تعداد نیرو بودن که یک عده‌شون از بین میره، باعث یه عده جانشین میکرده. این که انسان بودن و جوان بودن و پدر مادر داشتن، امید زندگی اصلا مطرح نبود. 250,000 نفر، 6,000 نفرش آلمان رو دید، گذشت از اونایی که کشته شدن 90,000 نفر در اسارت روسا دادن، 6,000 نفرش برگشتن آلمان، از کنم شکنجه دیده و اسارت کشیده، کشور خودشون رو، وطنشون رو دیده. استالین 30 میلیون روسی رو کشته، شما فکر کنید استالین وجدان داشت؟ به محض قدرت وارد بشود، وجدان از اون در خارج بشود، دیگه موضوع
اندیشه نیک و بد اینها نیست، همه چیز در اختیار قدرت قرار میگیره و روز به روز خواست قدرت بیشتر و بیشتر میشود. پس اولین بیوجدان های دنیا کسانی هستند که ما به اینها قدرت بدهیم، فرق نمی کند. شما با وجدان ترین آدم رو بیاورید دیکتاتورش بکنید، 6 ماه بعد وجدان نداره. این علی خامنه‌ای فکر می‌کنه وجدان داره، اپسیلون وجدان نداره. این همه دروغ آقا، مگه ممکن آدم این همه دروغ بگه؟ این همه وقاحت، ذره المثقالی شرف ندارن اینا. دوم چیزی که جای وجدان را میگیرد رادیکالیسم مذهبی است. بنده نمیتونم اینجا ادعا کنم که هر کس مذهبی شد بی وجدان هست، اشتباه هست، اتفاقا برعکس. گفت باده نی در هر سری شر میکند، اونچنان را اونچنان تر میکند. این مذهب بسیاری اون آدمه داره. آدم خوب آدم بهتری میشه، آدم بد آدم بدتری میشه. یک کتاب نوشته است که از این بزرگان آمریکا اسمش فراموش کردم، که خوبی یک دین نسبت مستقیم دارد به خوبی یک آدم. آدم خوب دینش هم خوب، آدم بد دینش هم بد. همین اسلام عزیز که این جنبه های فاشیستی خیلی خطرناکی هم داره، اما آدم های خوب این دین رو گرفتن، آدم های خوبی بودن. آقا هنوزم من میتونم خدمتتون میگم جمعی از بهترین آدم های دنیا مسلمان های بیچاره با چون صحبت میکنیم، فقیرن اما با گذشتن، بیچارن اما مهربانن، کاروباری ندارن اما امیدوارن به لطف الهی. مثلا ویژگی نیکیست، اما خدا نکند که گرایندگان به اون ابعاد فاشیستی اسلام که بسیار خطرناک هستن پیدا بشن، اونها هم وجدان ندارن. آدم خر مقدس هیچ وجدانی نداره. یکی از همین خر مقدس های خودمون پسر خودش رو کشت، نمیدونم کی بود، گیلانی بود کی بود، شما بهتر میدونید. به جهت اینکه برای اعمال زشت خودش همواره پای خدا رو وسط میکشه، بریزند خون از پی خواسته، فردوسی فرمود شود آبروی کسان کاسته، سر بیگناهان پی کام خیش، ببرند و دین اندر آرند پیش. این دین میتواند از انسان یک حیوان شگفت‌انگیز، واقعا کسی که هیچ قلب نداره و هیچ وجدان نداره خلق بکنه، چون مایه قبلیش رو داشته، حالا بهانه‌ش هم پیدا کرد. اینها که میان در این زندان تکلیفشان معلوم است، یا کافر هستن یا منافق، حکم دادنشان مرگه، حالا ما کی بکشیم دست خودمان است. این احکامش. این علی ابن ابو طالب که قد بابش علاقه مند هستیم که خیلی فرق میکنه، علی ایرانی که ما در ذهن ساختیم با اون علی اصلی خیلی فرق داره، که تنها مونده. که چرا تنها مونده؟ از بس منفور بوده آقا، جامعه عرب اینو نمیخواسته. هرگز جامعه رو ما محکوم نکنیم، فقط آدم های صفیح جامعه رو محکوم میکنن و از کن پوهم میدن به دیکتاتور. این آقا منفور بوده، آقا از اول منفور بوده. زمانی هم که پیغمبر وجود داشت این آقا نفرت داشتن از این اعراب، قوم خیشاش ازش نفرت داشتن. خب این داستان دروغین قدیر خم که هرگز نبود، برای این است که اعراب این فوش میدادن. محمد فکر کرد که شورشی میشه، گفت آقا حق من دوست دارم دوست داشته باشه. و روز قدیر خم حضرت فلان شطور گفتن این جانشین من است. اصلا چنین چیزی میسر نیست، اصلا امکان نداشت، اصلا وجود خارجی نداشت، همچین لیاقتی او نداشت در مقابل شیوخ کبیری که اونجا بودن مثل ابوبکر و عمر و اینا. و در موقع خلافتش نشون داد که هیچ مدیریتی نمیدونه، وجدانش هم داده بود به غمش. اول آدم ها رو میکشت بعد ببینید چی میشه. علی تنها بود، برید نگاه کنید ببینید چرا تنها بود. نفرت پیدا کرده بودن آقا از این آدم، حرف نزده شمشیرش بر میداشت میرفت سر ببره و نمیدونم اسیر بگیره و اینا. بعد که کتک میخورد چون مدیریت جنگی نداشت و اصلا مدیر نبود این آدم، نامه مینوشت حالا آقای معاویه شام مال تو، این عراق مال ما، حالا که دیگه نشد یه بنشه، حالا 1000 تا آدم کشته، خب از اول هم این کارو میکردی،
خب این بیچاره که گفت آقا من سالهاست اینجا، مردم من شاکی نیستم، بذار من خلیفه اینجا بمونم. مصلحت مسلمانان براش مهم نبوده، اون که خودش میخواسته مهم بوده، ولی فقیه بوده. اون علی هم مثل این علی. نه خیر، اگه من خون همه جهانیان رو بریزم، این معاویه رو میخوام بردارم. خب برای چی؟ آقا این همه نه برای آدم ها بوده، آدم ها که نبودن که بمیرن برای دین. قرار بود آدم ها بمیرن که اصلا دین لازم نداشته. من تیغ از پی حق میزنم. اون علی تنها بود. بریم ببینید چرا تنها بود. آقا مگه میشه آدم خوب تنها باشه؟ آدم خوب رو مردم میریزن دورش، دستش میبوسن. درود بر تو طرف میزنن. آدم خوب مردم به دورش جمع میشن آقا، مهر میبرزن بهش، محافظتش میکنن، پشت دیوار مسجد قائم نمیشن بذارن تو مغزش رفقای خودش. علی میره با کلوخ صحبت میکرد. خب از بس آدم ناجوری بوده که تنها مونده، هیچ کس نداشت. این مرد دیکتاتور بود، هر چم نصیحتش میگردن گوش نمیکرد. میخواست آدم چی بشه؟ علی شریعتی بخشی پرداخته که علی تنها بود. خب علی تنها بود به خاطری که هیچ کس حاضر نبود حرفای اینو گوش کنه. نخیر، اون میخواست اصل قرآن رو پیاده کند. اصل قرآن، خب اصل قرآن پیاده میکنه، همین رفتم به گدایی که این اصل قرآن برای روزگار گداها بود. عرب ثروتمند شده بود، معنی ثروت رو فهمیده بود. سالی نمیدونم چند صد خروار عسل رو از آذربایجان اونم چی میاد که اینا بخورن. طلا میامد، نقره میامد، بازارها رونق پیدا کرده بود. میگه نمیشد اعراب برگردن به روزگار گدایی نمیدونم اصحاب صفه. هفت نفر هفته یه تخم مرغ نداشتن بخورن، مجبور شدن برن سر گردن ها. علی تنها بود. براتون میخونم از این تاریخ طبری. این آقا رفته پسر عموش رو برداره، اگه نمیدونید بدونید. جنگ کرد، مدیریتی هیچ کاری نمیو بابا بلد نیست. حسن بهش میگفت تو بلد نیستی، ابن عباس میگفت یا علی تو آیین حرب نمیدانی، یعنی جنرال نیستی. بین اینا جنرال درست حسابی سعد بوده، عمرو عاص بوده، خالد ابن ولید، ابو عبیده بعد بود. عرض کنم که اون دوست جنایتکار زمان اموی، ولی جنرال خوب بودن. اسمش یادم رفت، یزید ابن محلب، جنایتکار بسیار جانوری بوده ولی جنرال بوده، جنگ رو بلد بوده چگونه بره. اون باهلی، ولی این جنرالشیپ بلد نبود، مدیریت هم بلد نبود، هر جا میرفت شهر درست میکرد. سختم بخیل بوده که یک کسی نونی نخوره گیرش نیاد. از کجا آوردید؟ از دهاتی جهنم نمیترسی نان میخوری؟ مرد حسابی. این قاضی توست، 30 سال پیش هم قاضی بوده، یه خانه خریده 80 دینار یقش میپوشه. تو از آتش جهنم نمیترسی؟ میخواست همه با گدایی زندگی بکنه، پولم که مفت میامد. باری این آقا شمشیرش برداشته و تشکیلاتش رفته اونجا، 70-80 تا مسلمون کشته، آخرش هم شکست خورده. برگشته اومده حکمن معلوم کرده، حکمن هم اومده این آقا رو خلش کردن، گفتن آقا لیاقت نداره، معاویه رو ما میخوایم. شما فکر نکنید که حالا معاویه 4 تا شاخ داشته، 8 تا نم داشته فلان. نه بابا، یه شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، سیاست بلد بوده، بزرگواری و بخشش داشته. اون روزگار اون رو طلب میکرد، چون عرب به اشرافیت رسیده بود، اشرافیت رو هم دوست داشت، گدایی رو دوست نداشت، تازه به نون رسیده بود. مالک اشتر نخعی که رفیق شفیق آقا بوده چندین بار ترک کرد، گفت با تو نمیشه کار کنی، تو چی میگی؟ ابن عباس به سرموش وردش رفت از دستش مکه، نمیشد با این کار کرد. حالا برگشته، عزش هم کردن، دوباره جمع کرده شمشیرها رو برداریم، میخوام بریم به دوباره به جنگ. جنگ کی؟ جنگ ما. این جنگایی که این آقا کرده، یکیش علیه زن پیغمبر بوده، یعنی جنرال اون طرف عایشه زن پیغمبر، جنرال این طرف علی. اسدالله الغالب و حجبر سالب
خلاصه 23000 نفر کشتن، شطور عایشه رو متخصص پا زدن به پاش، قطع کردن از کجابه انداختنش عایشه رو گرفتن. یه جنگ پیروز شده اونم علیه عایشه، یعنی جنرالش عایشه بوده، یه آدم مرد درست حسابی بود، خب شکستش میده. بعد اومده در جنگ معاویه هم شکست خورده، عمرو عاص و داره دسته و اینها، برادرها ریش برادرها رو میگرفتن سر هم میبریدن بابت این داستان، و بعدم خلش کردن. حالا اومده دوباره سوار خرش شده، سوار اسب شده، یه شمشیر تیزی هم داشت برداشته و یا معشر المسلمین بریم دوباره به جنگ. اومدن خبر کردن که آقا در این نهروان این مسلمان ها جمع شدن. نهروانی ها کی بودن؟ خوارج بودن. اینا مؤمن ترین مسلمین بودن، از بس دلو راست شده بودن، پینه بسته بود اینا، صبح تا شب قرآن میخوندن اینا، ابن ملجم یکیش بوده. جمع شدن اونجا در یک حالت غیر نظامی و غیر جنگی. چرا حرف رو میزنم خدمتتون؟ به خاطری که در ماجرای کربلا 72 تا اینا بودن، کم زن و بچه بود، 4-5 تا مرد جنگی داشتن، اما مسلح بودن. جنگ که تمام شد 72 نفر از اینا کشته شد، 80 خورد 2 نفر از اونا، یعنی مردای جنگی خودشون دفاع کرده بودن. خود حسین یکیش بوده، نمیدونم عباس یکیش بوده، حر ریاحی بود. اما خوارج رو که کشتن 8 نفر از سپاه علی کشته شده، نزدیک 2000 نفر اینا رو قتل عام کردن، چون در موضع جنگ نبودن بیچارا، اومده بودن به عنوان پروتست که ما میکنیم که مقابل خاور فدرال، اومده بودن به عنوان پروتست کنن که آقا ما مخالف این جنگ ها هستیم. داستان رو که چرا علی تنها بود، این علی هم البته تنها خواهد ماند اگر عمرش کفاف بدهد، ممکن است تناب دار رم تجربه بکند همچنان که صدام حسین کرد، و عاقبت همه اینها همین گونه بوده است. برای شما میخوانم که این آقا چیکار کرد، داستانش چی بود. خب نمیدونم چقدر وقت داریم. پس این خوارج روی به نهروان نهادند و گروه گروه همی رفتند و خبر ایشان سوی علی می آمد. پس علی بیرون شد و منادی بانگ کرد که هر کسی رغبت شام کنید، حرب معاویه را بیرون آوید، یعنی از برای جنگ با معاویه بیاد بیرون. سپاه بیرون رفتند و علی برفت تا به حد شامندر، شد به منزلی نامش نخیله. حالا اینا اعراب نداره، خیلی باید درست بشه. و سپاه را عرض کرد، 20000 مرد بود. علی از اونجا رسولی بیرون کرد سوی خوارج، گفت من آهنگ شام دارم، بیایید تا به حرب معاویه شویم. و رسولی به بصره فرستاد سوی عبدالله ابن عباس به سرموش، و سپاه خواست و به بصره اندر 60000 مرد سپاهی بود. این دوتا خرابشاره درست کرده بودن که این بقیه ایران رو فتح بکنن، چون عمر میدونست که یک امپراتوری مثل ایران رو نمیشود جنگای پیاپی کرد، شکست میخوره. دو شهر نظامی ساخته بودن، بصره و کوفه، سپاه جمع میکردن اونجا نیروی کمکی، بعد شش ماه از اینجا، این دو شهر نظامی بوده، اسرا رو هم میبردن تو این شهر بصره و کوفه. خب 60000 مرد سپاهی بود. چون رسول علی اندر شد، اون همه روی پنهان کردن مگر 1500 تن. 60000 مسلمان شمشیر زن گفتن نماینده علی آمد، همه رفتن تو سوراخ ها قایم شدن که قیافه علی رو نبینن، با در کار علی شریک نشن. پیغام داد به سعد بن ابی وقاص، شهسوار عرب، فاتح قادسیه، گو آقا تو یک شمشیری به من بده که خوب و بد تشخیص بده تا من بیام، تو که عدم داری میکشی مردم، من نمیام با تو همکاری کنم. نه با این بیعت کرد، نه باش همکاری کرد، نه در این مناقشه شرکت کرد. این خردمندترین عرب همین سعد بوده. خب همه پنهان کردن مگر 1500 کس. مگر 1500 مرد. ایشان سوی علی آمدن با احنف ابن قیس. چون این سپاه به علی رسید، آهنگ شام کرد. پس بنابراین 20000 تا داشت، 1500 تا آمد، 21500 آهنگ شام کرد. بله. سپاه علی را گفتند نخست کار خوارج باید گرفتن، که اگر ما به شام شویم ایشان خانمان ما غارت کنند، یعنی قصاص قبل از جنایت کردن، ما بریم اینا خونه ما رو غارت میکنن.
پس علی به نهروان آمد و سپاه برابر خوارج فرود آورد و خود بیرون آمد. مهتران خوارج بیرون آمدن، علی گفت چرا بر من بیرون آمدید؟ گفت تو به خدای به دو تن افکندی که هیچ ندانستند و کافر شدی، مگر تو به کفر مقر آیی و انگاه مسلمان شوی، وگرنه هیچ سود ندارد. علی گفت این حکمین شما فرمودید و مرا گفتید. ایشان گفتند ما کافر شدیم و اکنون باز مسلمان شویم، اکنون اگر تو چنین بگویی ما تو را فرمان بردار شویم. علی گفت معاذ الله. حالا پس به هر بندر آمدن و صفها راست کردن، خب و هر بندر پیوستن و خلق بسیار کشته شدن. از اون سو سپاه خوارج بسیار به هر بندر نایستادن، جمله بگریختند و از مهتران ایشان دو مرد ماندند با 4000 مرد و از ایشان بله نوشته است فروت ابن نوفل، نوفل ابن الاشجع بود، بیرون آمد با 500 مرد از خوارج. خیلی خوب این از این. و سرانجام این هست که عرض کنم که اینا را کشته. علی بفرمود تا سپاه او به دو نیمه شدند و اون خوارج اندر میان گرفتند و همه را بکشتند، یعنی قتل عام کردند از برادرانشون. پسر عمو تو این لشکر بود، نمیدونم پسر عمو اونجا بود، برادر اینجا، برادر کشی کردن، مسلمان کشی، یعنی علی جنگ داخلی رو در عرب علی رو انداخته، اولین جنگ داخلی و مسلمان کشی رو اون علی کرده. حالا اینجاست تنهای علی از اینجا شروع میشه. پس علی سپاه خیش را گفت خدای تعالی شما را ظفر داد، اکنون راه شام گیرید. حالا اینا رو کشتیم، سر حال اومده، تازه خونا رو دیده، کیف کرده، تیغ از پی حق میزده، خب به وجد میاد همچی آدمی خون میبینه، راه شام گیرید بریم بغیرم بکشیم. آدم مذهبی با وجدان میگه آقا نه من آدم میکشم نه حکومت میخوام، میری یه گوشه شروع میکنه نماز خوندن و یه نیکی کردن و از کنم روزه گرفتن از این کارها، هیچ چماقش بر نمیداره بره آدم بکشه از برای حکومت. راه شام گیرید. گفت خب اینا رو کشتیم تموم شد، خاکم که کردیم، بریم شام. حالا ببین چی شد اینجا. ایشان گفتن ما یک حرب بکردیم، آقا تازه ما جنگ کردیم، دستور دیده تا 5 روز به خانه شویم به کوفه و سلاح ها رو باز نیکو کنیم، یعنی شمشیرامون رو تیز کنیم، تیرامون رو پیکان کنیم، زه کمونامون سست شده محکم کنیم، عرض کنم که خنجرامون رو تیز کنیم، آماده شیم به دستور تو حلق و گلو ببریم، نیکو کنیم سلاح ها، نیکو کنیم. پس علی ایشان را دستوری داد. خب اگه این مدیریت داشت، این اینقدر نفهمیده که 2000-3000 تا آدم اهل محل کشته، اینا زن و بچه دارن، مادر دارن، اینا رو برگردن تو خونه قشقره قیس به قول عوام، گریه و زاری و تو سر زدن، اینا رو بر نمیگردن که. خب باشه بریم 5 روز بریم، چون براش مهم نبوده، آدم کشی براش کوچکترین اهمیتی برای مرد نداشت، هیچ موقع هم استغفار نکرده از آدم کشیاش. اینو بگم چون آدم مذهبی وجدانش رو عوض میکنه دیگه با یه چیز دیگه. خیلی خوب، پس علی ایشان را دستوری داد چون 5 روز شد کس فرستاد و ایشان را بخواند، هر چند گفت بیرون نیامدن. اینا رفتن منزل دیدن زنا دارن موی میکنن، عرض کنم که یقه دریدن، ای فلان فلان شده چه کردی پسرت، بهموت کشتی، برادرت رفتی کشتی به دستور این علی، تا کی میخوای برای علی آدم بکشی؟ داستان همین پاسداران امروز هست و بسیجی ها که برای این علی آدم میکشن. آقا برای چی رفتیم کشتیم برادران تو کشتیم؟ ول کنین این علی رو، این مایه شر و فساد آدم کشی. هیچ کس نمید بیرون، سوار یابوس شد اومد آی بیاین بیرون، آی مسلمان، یه نفر نمید بیرون، یک نفر نمید بیرون دنبالش را بیفته. علی تنها بود، یه همچه آدمی میخواستی تنها هم نباشه، تعصبات مذهبی رو بریزید دیور. آقا کجا ابن سوله بسد الله القوله، اینا کی بودن اینا رو به ما تحمیل کردن؟ اصلا اینا فضیلتی نداشتن که ما ایرانی ها قد بدبخت شدیم که اینا شدن معیار و سمبل و نمچی برای ما، هی برای خودمون ساختیم. خب علی تافته گشت،
نسل قدیم هرگز نمیگه خشمناک، میگه تافته گشت، یعنی سرخ شد از عصبانیت، تافته گشت و راه شام باز افکند و دلش از کوفیان سرد شد. و باز به کوفه اندر آمد به آخر سال 37 و اول سال و اول سال 38 و به مسجد کوفه اندر بر منبر شد و کوفیان را بشکست. یه نشست توف و لعنشون کرد، فلان فلان شده نمدیم آمان بریم آدم کشی بکنیم. کوفیان را بشکست و گفت شما مرا سست کردی تا به حرب معاویه نتوانستم شدن. و بدین سال بود که محمد ابن ابی بکر را به مصر بکشتم. حالا یه داستانی میخوام بهتون بگم که شنیدم که این حداد عادل، آره قابل یا عادل نمیدونم، اون مردک که میشناسیم رفته نمیدونم خواستگاری برای پسرش دختر اینه بگیره، نمیشه چیه کاری از این کارا که همینه با هم میکنن، پیتون پلیس داره این هم. گفته است که علی آقای خامنه‌ای گفته است که فکر نکنید که دختر میفرستید اینجا جای ثروتمندی است، من مثلا جا برای مثلا خوابیدنم ندارم از فرد تقوا. این داستان رو رایج کردن که به به این امام ما، این علی آقا عجب تقوایی داره. آقا این حرفا چیه میزنید؟ 1,600,000,000 به حساب پسرش بوده. تازه ما عمر رو داریم در اسلام که هیچ کس به تقوای عمر نرسید. این من روز نمی میخواد کسی بهش زن نمیداد، میگه عمر غذا نمیده به زن بخوره، عمر دختر علی رو گره. همین عمر مثل همین علی اختیار بیت المال دستش بود. یهو میگفتن 100,000 سکه طلا در بیت المال تقسیم شده، مثل پولای نفت که جمع میشه علی آقا میده به تروریستای نمیدونم فلسطین و اون جهنم در راه اون طرف، میگفت همه چه تقسیم کنی، ولی عمر رو زمین میخواد، نون خشکم میخورد، دستور قتل عام میداد اون عمر. چون در اسلام معلوم نیست که خط تقوا کجاست، کجا انسان آلوده میشه به گناه، هیچ معلوم نیست. چون حتی جایی که بتوانی کلاه شرعی بگذاری مشکلی نداری، به نام خدا میشه آدم کش، به نام خدا میره سر گردنه بگی، به نام خدا میشه تجاوز که به زن مردم، به نام خدا بچه مردم میشه برد فروخ، همه کار باش کرد، به نام خدا اشکالی نداره، کل شرعی همه چیز قاطیه. دستور میداد، دستور قتل عام میداد، رو زمینم میخواد. بیشتر قتل عامای ایرانی های بیچاره و رومی ها و مصری ها و اینا زمان همین عمر شد، رو زمینم میخوابید. البته همه کس هم میدانستن که دختر به عمر بدهن، همین ادعایی که این آقا کرده، نان سیر هم بهش نمیده بخوره. اینا رو داستان کردن و پراکنده کردن. اینا مایه ننگ هموطن برای ایرانی قرن 21 این حرفا. نامه به امام زمان، نائبت این علی. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن. والله اعلم. به رشاد با سپاس از بچه اتاق فرمان، سامان امیر شهرتی، شما وطنان گرامی در هر جای جهان که هستی درود میفرستم به شما. و باید خداحافظی کنیم تا فردا شب که سه‌شنبه است. فراموش نکنید petitioniran.com، این خیلی امر راحتی است، petitioniran.com لطفا امضا بکنید. من شب شبم خدمتتون البته هستم در سایت سرزمین جاوید که با هم صحبت کنیم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.